ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران به مناطق تحت سلطه مخالفان دولت در شهر درعا در جنوب این کشور حمله کردند. رسانه های دولتی سوریه از آمادگی ارتش این کشور برای پایان دادن به سلطه مخالفان در آخرین مناطق تحت کنترلشان خبر میدهند بعضی از منابع نوشتند درگیری ها همچنان ادامه دارد اما آمار دقیقی از تلفات ارائه نشده این منطقه حدود 50 هزار نفر جمعیت دارد اما در دو هفته اخیر اکثر ساکنان آن این منطقه را ترک کردند دولت ایالات متحده از ایران خواست هر چه زودتر برای گفتگو پیرامون برجام و سایر موضوعها به میز مذاکره بازگردد اشکان سلطانی گزارش می‌دهد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری دوشنبه در واشنگتن در واکنش به سخنان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگار صدای آمریکا گفت اگر تهران دنبال گرفتن امتیازهای بیشتری در مذاکرات احیای برجام باشد و یا بخواهد موارد کمتری را در ارتباط با برجام انجام دهد مذاکرات به نتیجه ای نخواهد رسید. سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تأسف از نقض کامل برجام از سوی دولت قبلی آمریکا و نیز زیر پا گذاشته شدن قدنامه شماره 2231 که شورای امنیت و عدم پایبندی کامل طرفهای اروپایی و طرفهای ما در برجام به تعهداتشان در رفع تحریم گفت زمان به نفع برجام پیش نمی رود. سخنگو تاکید کرد که دولت بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی معنادار برای بازگشت به برجام و رسیدگی به طیف گسترده نگرانی های آمریکا با تهران صادقانه و ثابت قدم عمل کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بازگشت دو طرف به برجام همراه با نظام بازرسی و نظارت گسترده را در راستای منافع ملی ایالات متحده قلمداد کرد. ما به روشنی گفته این بازگشت دو طرف به توافق هسته ایران در خدمت منافع ملی ماست به این دلیل ساده که بازگشت دو طرف به برجام ایران را بار دیگر تحت یک نظام بازرسی و نظارت بسیار جدی قرار خواهد داد در خدمت منافع ملی ماست که ایران در نظام جدی راستی آزمایی توانایی دسترسی به سلاح هسته ای نداشته باشد سخنگو با اشاره به اینکه دولت ابراهیم رئیسی در حال شکل گیری است گفت به نفع تهران است که در راستای دیپلماسی پیش برود نت پرایس با اشاره به سفر این هفته نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و دیدار با پرزیدنت بایدن در کاخ سفید گفت فکر می کنم ایران یکی از محورهای مذاکرات دو رهبر باشد اشکان سلطانی صدای آمریکا